سلام به همگی، امروز من میخوام براتون یه ریویو در مورد این کیف فوق‌العاده زنای 70 لیتری بذارم که مخصوص خانم‌ها طراحی شده. صبر کنید، اگه آقا هستید از جلوی دوربین تکون نخورید. چرا؟ چون مدل زنیت تو سایزهای مختلف با همین اسپسیفیکیشن برای شماها طراحی شده. اسم من موناست. من عاشق کوه و دشت و بیابون و کم کردن توی کوه و دشت و بیابون هستم. مانترای من توی زندگی ساده، سالم و کامله و دلم میخواد هر تعدادی از شماها رو که میتونم اینسپایر کنم، علاقمند کنم به اینکه یه بکپک بذارید توی کولتون و برید توی طبیعت و به طبیعت ملحق بشین و یه زندگی ساده، سالم و کامل رو بر بگذارید که با طبیعت هم کاملا در هارمونی و همسویه. اگر شما آدمی هستید که تازه کم کردن رو شروع کردید یا دارید تازه بهش فکر میکنید یا نه حتی قبلا کم کردید ولی حالا میخواین یکم سختی کار رو ببرید بالاتر و مکانهای جدیدی رو اکسپلور کنید، این کانال برای شماست. حتما کانال رو سابسکرایب کنید چون من برمیگردم با اطلاعات بیشتر در مورد تجهیزات و تکنیک ها و اطلاعات مربوط به کمپینگ. اینطوری حتما میبینید که ذهن آماده و تجهیزات درست چقدر کمپینگ رو از اون چه که فکر میکنید برای شما ساده تر خواهد کرد. بریم که راجع به زنای 70 لیتری اسپری صحبت کنیم. اول بریم سراغ اطلاعات کلی راجع به کیف. این مدل زنای 70 لیتر برای خانم‌ها طراحی شده. برای خانمایی که انقدر هاردکور هستن که میخوان چندین روز دور از خونه توی طبیعت بتونن کمپ بزنن و همچنان احساس راحتی کنن و عذاب نکشن از اینکه توی محیط بیرون هستن. این کیف تحمل حمل 32 کیلو رو داره و همونطور که میبینید خب سایزش 70 لیتره. از 70 لیتر و 32 کیلوگرم. من تجربه‌ای که دارم توی کمپینگ مینیمم وزنی که برای کوله های چند روزه استفاده کردم بین 11 کیلوگرم تا 15 کیلوگرم بوده. بحث معمولا بسته به اینکه چقدر غذای اضافی توی کیفم به همراه داشتم. وگرنه غالب تجهیزات شما تجهیزات ثابتی هستن، چه شما بخواید یک شب بیرون بمونید چه بخواید 5 شب بیرون بمونید. و اما در مورد ساختار زنای 70 لیتری، این بخش استراکچر کیف قابل تنظیم شدن هست بر اساس سایزی که شما پشتتون دارید. این بخش چسب داره، باز میکنید و این منطقه رو بالا پایین میکنید. در این حال این رو دوشی های کیف سایزهای مختلفی دارن که شما میتونید موقع سفارش سایز خاص خودتون رو سفارش بدید اگر چنانچه خارج از سایز نرمال هستید. این بخش هم بخشی که شما میتونید سایزش رو موقع خرید کیف انتخاب کنید اگر چنانچه خارج از سایز نرمال هستید. چیزی که من در مورد این کیف خیلی دوست داشتم این بخشیه که یک انحنایی داره که برای بدن خانم ها طراحی شده و به خاطر همین از سایر کیفایی که من استفاده کردم کیف راحت تری بوده. حجم این کیف 70 لیتره که کاملا برای چندین روز هایک کردن، کوهنوردی و کمپ کردن کافیه. اگر شما هوشمند باشید در انتخاب تجهیزاتتون اون وقت میبینید که غالبا فضای اضافی هم خیلی کیف خواهید داشت. در خصوص تجربه من از اینکه چطوری این کیف روی بدن قرار میگیره، همطور که میبینید بندهای دور هیپ رو وقتی که سفت میکنی کیف خیلی حالت استیبلی روی بدن داره، در حالی که هنوز من بندهای دیگرش رو صاف نکردم. در مرحله دوم من بندهای روی دوش رو سفت میکنم و بعد در نهایت بند روی سینه رو سفت میکنم. یکی دیگه از نکته هایی که من میتونم بهتون گوشزد بکنم اینه که این به اصطلاح لود لیفتر ها رو فراموش نکنید، همیشه به سمت پایین بکشید چون که کمک میکنه کیف روی شونه شما مستقیم ننشینه و همیشه یه فاصله ای وجود داشته باشه که این کمک میکنه به کیف که بتونه وزن رو همه یه وزن کیف رو منتقل بکنه به منطقه هیپ که قوی ترین منطقه بدن ما هست. همونطور که میبینید روی شونه من کیف قرار نگرفته، یکم فاصله هست. این خیلی کمک میکنه به اینکه شما درد گردن و شونه نداشته باشید یا کمتر داشته باشید موقعی که دارید سفر میکنید.
اگر بخوام در مورد بخش های مختلف بدن کیف صحبت کنم، شروع میکنم از بالای کیف. قسمت بالای این کیف کاملا قابل جدا شدن توسط دو تا قفل که در عقب قرار گرفتن. از کیف جدا میشه و اگر چنانچه بهش احتیاج نداشته باشید میتونید توی خونه بذارید و همراهتون نبریدش. چیز دیگه ای که من خیلی در مورد این کیف دوست دارم این بخش کش فرمیه که در اطراف این قسمت بالایی کیف قرار گرفته و باعث میشه که شما به راحتی بتونید این رو روی کیف بکشید پایین، حتی اگر که کیفتون تا بالا خیلی پر شده باشه. اگر چنانچه نخواهید این بخش کیف رو با خودتون ببرید، میتونید از این در اضافی سبک یا فقط کاور روی کیف استفاده کنید. این رو میتونید پایین بکشید و به جای در اصلی ازش استفاده کنید. کیف سبک‌تری رو با خودتون همراه خواهید برد، در حالی که کاملا ویژگی های خودش رو حفظ کرده. حالا میخوام در مورد بدنه اصلی کیف صحبت کنم. این کیف یه طراحی خوب دیگه هم داره که البته اگه من بخوام انتقادیم به کیف وارد کنم، تنها انتقادی که میتونم بهش وارد کنم، این کیف مثل خیلی دیگه از کیف های کمپینگ کنارش یک زیپ داره برای دسترسی به وسایل داخل کامپارتمان اصلی بدون اینکه مجبور باشیم که کیف رو از بالا باز کنیم. همینطور که میبینید من میتونم به صندلیم دسترسی داشته باشم، از سمت دیگه میتونم به آشپزخونم و وسایل مورد نیاز دیگه‌ام مثلا یه جفت جوراب گرم وقتی که میخوام جایی بشینم دسترسی داشته باشم. اما من خوشحال‌تر میشدم اگر که این زیپ ها به هم جوری متصل بودن که من میتونستم کامل روی کیف رو باز کنم و بتونم به تمام وسایل توش نگاه کنم و دسترسی داشته باشم. اسپری علاوه بر اون کامپارتمنت اصلی که براتون توضیح دادم، یک قسمت خاصی رو طراحی کرده برای دسترسی به کیسه خواب و احتمالاً دوشک زیر کیسه خواب. برای من هر دو توی این محفظه جا میشن. این محفظه جداگونه قابل دسترسیه. ویژه یه قابلگه یه برای که معمولاً وقتی که ما میخواییم چادر بزنیم دلمون نمیخواد که کیسه خواب و دوشکی کیسه خواب رو از کیف خارج کنیم و این طرف و اون طرف بذاریم. ما به علاوه این محفظه قابل جدا شدن هست و شما میتونید کنار بزنیدش اگر چنانچه احتیاج دارید که یک محفظه بزرگ برای کیف داشته باشید. در مورد صندلی فوق‌العاده هم توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم. حالا میخوام از فرصت استفاده کنم و در مورد جیب‌های کیف باهاتون صحبت کنم. جیب‌های کیف اسپری فکر می‌کنم تو تمام کیف‌هایی که من دیدم بهترین جیب‌هایی هستن که گیرمون میاد. اول یه جیب بزرگ استرچی تو جلو داره. این جیب خیلی مناسبه برای اینکه اگه وسیله خیسی دارین صبح که میخواییم بچسبونید توش و آب از اینجا خارج بشه، این کار رو انجام بدید بدون اینکه رطوبت به وسایل دیگرتون سرایت کنه. زنهای 71 به علاوه دو تا جیب کاملا الاستیک و استرچی توی دو سمتش هم داره که اینقدر بزرگن که هر بطری آبی و حتی چیزهای دیگه اگر که لازم داشته باشین توشون جا میشن. به جز اون دو تا جیب خوب کناری، دو تا هم جیب کناری در کناره جلوی کیف داره. من ازش استفاده میکنم مثلا برای گذاشتن چادر. اینم زیپ سمت چپ کیف یا راست کیف بسته به اینکه از کدوم طرف بهش نگاه کنیم هست. همچنین روی بخش کمربند هیپش دو تا زیپ
دو تا جیب بزرگ برای گذاشتن سنک یا موبایل، چیزایی که احتیاج داریم خیلی دم دستمون باشه داریم. علاوه بر همه اینها، کیف رویی، یک زیپ، دو تا و سه تا جیب بسیار مناسب دیگه برای انواع تجهیزات شما داره. تجربه من توی دوتا هایکی که رفتم با این کیف تجربه فوق‌العاده خوبی بوده. من رنگش رو دوست دارم، سایزش رو دوست دارم، از همه مهمتر راحتی نشستن روی بدنم رو دوست دارم. و یکی از کیفایی که من قطعا توصیه میکنم برای خانمایی که میخوان هاردکور بزنن توی طبیعت و کوه. ممنون از اینکه امروز با من و پایکا همراه بودید در ویدیوی ریویوی مربوط به اسپری زنای 70 لیتری گوش دادید. با من همراه باشید. وقتی برمیگردم با اطلاعات بیشتر، گزارش مربوط به کمپ ها و تور هام و ماجراهای هیجان انگیز دیگه. یادتون نره سابسکرایب کنید. فکر کنم اینجاست. سابسکرایب کنید. تا بعد. میبینمتون.